پشیمونی به بار نیومده بعد محله ها رو تخلیه کنی. نمیرم بابا، به هیچ زبونی حاضر به ترک خونه هاشون نیستم. به زور اصله هم که شده باید بیرونشون کرد، بترسونشون. نمیدونم، هر کاری لازمه بکنی. تا پل سرپاس باید فکری کرد، اگه پل رو بزنن راه ارتباطی قطع بشه دیگه نمیشه کاری کرد. بالاخره توی یه جر و بحثا تصمیم گرفتن چند گروه از زنها و مردها تشکیل بدن و توی محله هایی که به خطوط درگیری نزدیکترن پخش کنن. افراد گروه ها مردم رو متقاعد کنن که بعد از شهر برن. همون موقع هم کامیون ها آماده باشن، مردم رو سوار کنن و حداقل اونا رو تا اون طرف پل برسونن. تا این صحبت به سرانجام برسه کامیون جلوی در بود. اعلام کردن اونهایی که کار ندارن برای تخلیه مردم برن. با اینکه اصلا دلم به این کار رضایت نمیداد ولی چاره ای نبود. باید به خودم میقبولوندم که در شرایط فعلی این بهترین کاره. رفتم و سوار کامیون شدم. 3-4 تا دختر دیگه که فقط اونها رو در جریان رفت آمد هم به این طرف و اون طرف دیده بودم بالا اومدن. 3-4 مرد هم سوار شدند و کامیون به طرف محله طالقانی به راه افتاد. توی این چند روز به ما گفته بودن که سمت طالقانی نریم. خیابونا خیلی خلوت بود. وسط کوچه ها و خیابونا پر بود از سنگ و آجرهایی که با تخریب خانه ها به اطراف پرتاب شده بودن. کامیون ابتدای طالقانی سر کوچه ایستاد. همه پیاده شدیم و توی کوچه های این محله که تقریبا عریض‌تر و طولانی‌تر از محله های دیگه بودن پخش شدیم. هر کس به طرفی رفت و از جایی شروع کرد. به نظرم اینجا آسیب زیادی دیده بود. خیلی از خونه ها خونپاره خورده بود. درهایشون یا از جا در اومده بود به صورت خورده بودن. با این حال در می‌زدیم و اگه صدایی نمی‌اومد داخل خونه می‌رفتیم. وقتی مطمئن می شدیم کسی در اونجا نیست به خونه بعدی می رفتیم. توی این سرک کشیدن ها صحنه های عجیبی می دیدم. تکه های زمخت ترکش های توی دیوارا و حیات خونه ها جا خوش کرده بودن. لاشه های مرغ یا گربه هایی که ترکش به سر یا دل رودشون خورده بود. قاب عکس های شکسته. عبای زنایی که توی آوار رها شده و اسباب و وسایل کهنه که از فقیر نشین بودن محله خبر میداد و خیلی چیزای دیگه. توی یکی از خونه ها سفره صبحونه کنار ایوون پهن بود. معلوم نبود چند روز آدمای خونه اون رو ترک کردن. قالب کره توی سفره آب شده، پنیر خاک خورد و نونا خوش شده بودن. این وسط خوش به حال موشه ها شده بود که توی سفره جشن گرفته بودن. سفره در هم بر هم، استکانای ولو، اثر لکه های چایی خوش شده که نشون میداد خانواده با چه حال و وحشت از سر صبحونه بلند شدن. نمیدونم، شاید کسی هم ازشون کشته شده بود. توی یکی دوتا خونه کاملا تخریب شده و همه سرک کشیدیم تا اگه جنازه به جا مونده باشه اون رو برداریم. در این خونه ها رخت خواب پهن بود، ظرف ها وسط حیات پخش و پلا بود. انگار سائقه همه چیز رو به هم ریخته بود. گوشه یکی از این خونه ها گهواره خالی دیدم. یاد نوزاده توی قصر خونه افتادم. یاد گهواره سعید افتادم. سعید وقتی کوچیک بود هیچ وقت بیرون از گهوارش خوابش نمی برد. حالا بچه داخل این گهواره کجا آمده شده بود؟ وقتی چشمم به قاب عکسی افتاد که حضرت عباس رو کنار نهر علقمه نشون میداد دیگه اشکم اونم نداد. یاد حرف دا افتادم که میگفت هاز از صدام شبر ابن شبر. به خودم گفتم این جنایت ها ادامه همون جنایت هاست.
هرچی توی کوچه های فرعی بیشتر پیش می رفتیم، محیط خلوتتر و فضا خوفناکتر می شد. فقط نگران بسیار نبودم. ستون پنجمیان دست کمی از اونو نداشتن. جسه ای رو که همراه هم بود روی رگبار گذاشته بودم. قبل از ورود به هر خونه بسم الله می گفتم و با احتیاط وارد می شدم. حواسم خیلی به پشت سرم بود. وقتی بچه بودم قایم موشک بازی می کردیم، من همیشه پشت درا پنهون می شدم. این خوب توی ذهنم مونده. به همین خاطر اول پشت در خونه ها و اتاقا رو کنترل می کردم. هر آن منتظر بودم یه بسی ستون پنجمی از جاش بیرون بیاد. از خدا می خواستم اگه چنین موردی پیش اومد همون لحظه رگبار رو روم بگیرن، مبادا دستشون اسیرشن. مرده همراهمون خیلی حواسشون به ما بود. به ما میگفتن شما اول داخل خونه نرین. رو با وحشت اونقدر زیاد شده بود که با کوچکترین صدایی از جا میپریدیم. خنده دارتر از همه این بود که گاهی فاخته‌ای به پرواز درمیومد یا گربه‌ای میدوید یا پای کسی به چیزی میخورد. همه با هم میترسیدیم و به طرف صدا برمیگشتیم. اونجور به رگبار میبستیم. بیچاره حیوانایی که با این کار ما میترسیدن و وحشت‌زده فرار میکردن. بعد هر شلیک با خودم جنگ و گریز داشتم، کارم درسته یا نه. اگه این گلوله ها واقعا به یه عراقی بخوره و من کسی رو بکشم، مثل خود اونا نشدم؟ من آدم کشم؟ ولی مگه نه این که اونا به ما حمله کردن و اونا متجاوزن؟ حرف بابا یادم میومد. چند ماه پیش توی درگیریایی که تو مرز پیش اومده بود میگفت هدف اینا کشتن شیعه هاست. میخوان شیعه ها رو به جون هم بندازن و خودشون از این فتنه کاری سوء استفاده کنن. با این استدلال فکر میکردم حتما خیلی از نیروهای عراقی رو بل اجبار راهی جنگ کردن و اگه یکی از این افراد روبروم قرار بگیره، اون وقت تکلیف من چیه؟ از خدا میخواستم با چنین چیزی مواجه نشم و اگر لازم به کشتن آدم باشه رو در روی یک بعثی متجاوز قرار بگیرم. توی چنین لحظات سخت و ترسناکی با کسانی روبرو میشدیم که هنوز تو خونه هاشون باقی مونده بودن. اکثرا مردای خانواده بودن که زن و بچه هاشون رو خارج کرده بودن. زنایی هم بودن که به هوای بچه هاشون مونده بودن. به بعضی وقتی میگفتیم باید برین، توپخونه عراقی ها نزدیک اومده، برای چی بی خودی بمیره؟ ماشین آماده بردن شماست، حرفمون رو قبول میکردن و راه میافتادن. یه عده‌ای هم به هیچ صراطی مستقیم نمیشدن، بیشتر از همه پیرا مقاومت میکردن. میگفتم آخه پدر جون، اینجا موندن شما چه فایده ای داره؟ توی این وضعیت نه آبی نه غذایی، آتیش هم که از زمین آسمون میباره. میگفتن اینجا خونه ماست، کجا بده؟ اون یکی میگفت اونایی که میجنگن با دیدن ما قوت قلب میگیرن. میگفتم آخه خطر بیخ گوشتونه، اینطور مردن گناهه. اینا رو که میگفتم جواب میدادن خودت چرا موندی؟ تو جوانی، خیلی آرزو داری. ما پیر شدیم، آفتاب عمرمون لب بونه. میگفتم خب من موندم به مجروحا کمک کنم و شهدا رو به خاک بسپارم. هرچی حرف میزدم متقاعد نمیشدن. دلم نمیخواست اسلحه را پشتشون بذارم و به زور بیرونشون کنم. دست پیرزنا رو میگرفتم و التماس میگردم تو رو خدا بیاین بیرون. خانواده منم الان تو مسجدن. پیرزنی با لهجه جنوبی گفت وقتی پسرم مونده من کجا برم؟ مگه خون من از اون رنگین تره؟ من یه عمر پاش نشستم و به ثمر برسونمش، حالا کجا ولش کنم برم؟ بچه هم رفته با دشمنای دین به جنگه، وقتی برمیگرده خسته و خاک‌آلوده. نه یکی باید باشه یک کاسه آب بده دستش؟ پیرزن عرب زبان دیگری توی حیات خانهش نشسته بود. در که زدم سرکی کشید و دوباره رفت سر جایش نشست. در زدم رفتم تو. پیرزن لاغر و سیاه‌سوخته کنج دیوار حیات زانوی غم به بغل گرفته بود. گفتم اینجا تنهایی مادر؟ گفت آره مادر، تنهام، کسی رو ندارم. گفتم چرا تنها موندی؟ گفت چی کار کنم، کسی رو ندارم. گفتم پاشو بریم مسجد، اونجا همه دور هم جمعن. گفت کجا بیام، کجا برم گم بشم؟ اینجا خونه منه، اینجا زندگی منه، دلم رضا نمیده برم.
گفتم مادر اینجا خطرناکه، گلوله ها میان، خدایی نکرده. گفت بذار همینجا بمیرم، اینجا مردن بهتره تا آوارگی این بر و اون بر. قربان صدقش رفتم و آخر سر گفتم بیا بریم مسجد، هر وقت خواستی میاریمت خونت سر بزن. به صورتم خیره شد، منم به چین و چروکای دست و صورتش که سختی و مرارت زندگیشو نشون میداد نگاه کردم. بلند شد، جلوی در اتاق ایستاد، مونده بود چه چیزی رو با خودش برداره. به طرفم برگشت و گفت میتونم مرغ و خروسامو بیارم؟ خواستم بگم تو این هیریویر جای مرغ و خروسه، اما ترسیدم از اومدنش پشیمون شه. گفتم باشه هر چی دلت خواست بردار. تا تای کوچه بریم و برگردیم پیرزن بخش رو بغل جلوی در ایستاده بود، چند تا مرغ خروسام توی زنبیل حسیریش جا داده، دستش گرفته بود. بخشش رو از دستش گرفتم، با گوشه شلش اشکاشو پاک کرد و در خونه رو قفل انداخت. توی دلم گفتم بنده خدا دلت خوشه، در خونه رو قفل میکنی نمیدونی پای عراقی ها به اینجا برسه، با لگد در رو از جا در میارن. پیرزن رو تا جلوی کامیون بردم و کمک کردم تا سوار شه. خیابونای پایین تر هم کنترل کردیم. وقتی مطمئن شدیم دیگه کسی نیست به طرف کامیون برگشتیم. بغض راه گلمو بسته بود. به شاخه های گلای کاغذی که از دیوار خونه ها به سمت کوچه آویزون بودن نگاه میکردم. دیگه توی محله طالقانی فقط این گلای کاغذی با آب و رنگای قرمز و سرخابی به جا مونده بودن. حتی صفای نخل ها هم آتیش گرفته و سوخته بودن. خوشحالترین کسایی که داخل کامیون میدیدم چند تا بچه بودن که انگار داشتن برای تفریح میرفتن. به حرف کسی گوش نمیدادن و با تخسی تمام میستدن تا باد به سر صورتشون بخوره. یکی دو تا بچه هم با مادرشون چسبیده بودن. اونا از اینکه کامیون در دیواری برای حفاظت نداشت میترسیدن. پیر مرد و پیر زن ها که بیشترین آدم هایی توی ماشین بودن منو یاد پاپا و میمی میانداختن. پیر مرد ها صدام رو نفرین میکردن. یکی از اونا دائم میگفت خدا ازت انتقام بگیره. پیرزن و بغچه ها مرغ و خروساشون محکم تو بغل گرفته بودن تا مبادا از دستشون در برن. گهگدارم صدای مرغ و خروساشون در می اومد و بچه ها می خندیدن. در اون بین یه نفرم قیمتی ترین سرمایه خونش یعنی تلویزیونشو بغل کرده بود. وقتی جلوی مسجد رسیدیم دست یکی یکیشون رو گرفتم و پیادشون کردم. گفتیم زودتر به این داخل، بیرون خطرناکه. به ابراهیمی گفتم خب اینا رو آوردیم، حالا میخواییم با اینا چی کار کنیم؟ گفت برو به مسئولین بگو. عشق فردا تو بیا نوشان نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شب خدا نور را پنجره را نور پشت پنجره.